مرتزا کازمیان همکارم اینجاست در استدیو برای بررسی واکنش مختلفی که از دیروز و بعد از اعلام شورای نگهبان در واقع نتایج س... تایید صلاحیت رو که اعلام کرد واکنش های متفاوت رو شاهد بودیم برایند نظرات مردم رو هم میتونیم در پیام های مخاطبان عزیز ایران اینترنشنال ببینیم یک ارزیابی کلی اگر بخوایم داشته باشیم تا این جای کار چی هست از واکنش خب این به شکل قابل حدسی بحث انتخابات ریاست جمهوری صرف نظر از اینکه درون چیه برال قرار یک رئیس دولتی انتخاب بشه اما من اینجا یه دو تا مقدمه رو اشاره کنم اول اینکه بهزاد نبوی از چهرهای شناخته شده اردوگاه اصلاح طلبان زمانی گفته بود که اختیارات قدرت رئیس جمهوری حدود 10 تا 15 درصده و صفایی فراهانی اون هم از چرای شناخته شده اردوگاه اصلاح طلبان گفته بود که مطابق همین قانون اساسی رئیس جمهور حدود 20 درصد اختیارات و قدرت رو در اختیار داره یعنی قرار در با یک چنین چیزی صحبت کنیم من اشاره کنم حتی بهزاد نبوی گفته بود که 60 درصد ثروت کشور در اختیار چهار نهاد زیر مجموعه رهبریه یعنی ستاد اجرایی فرمان امام آستان قدس رضوی قرارگاه خاتم الانبیا و آستان رز... و آستان قدس و بنیاد مستدفان این چهار نهادی هستن که 60 درصد ثروت کشور در اختیار دارن قرار در رابطه با یک چنین چیزی رئیس جمهور صحبت بشه در رابطه با این یک نکته این نکته دومی که به هر حال انتخابات که مطرح میشه و این بحثایی از دیروز چند دسته خب موضع متفاوت دارن یک گروه اون اقلیتی یعنی هم که حامی حکومت هم به تعبیر اصولگرهان به تیفای مختلفش اونها طبیعتا دنبال دقدقای خودشونن اینکه قالیباف پیروز بشه یا جلیلی و البته یک رقیبی به نام پدشکیان وارد این صحنه شده یک بخشی هم خب مخالفان جمهوری اسلامی ان که کاملا تکلیفشون با انتخابات مشخصه یک بخشی هم اصلاح طلبان انتخابات محورن که حالا نامزدی مثل پزشکیان دارن و البته یک اکثریتی هم که برای مردم مشکلات اقتصادی اولویت داره اینها یا قهر کردن با انتخابات که خودش رو در انتخابات های گذشته نشون داده یا اینکه به دنبال اینن که چه کسی میتونه مشکلات اقتصادی اونها رو احیانا ترمیم کنه و طبیعتا این انتخابات محورها یا اونهایی که مخالف انتخاباتن روی بخشی از این قشر خاکستری طبیعتا میتونن اثر بذارن باید دید که چقدر میتونن اینها رو به نفع خودشون وارد صحنه کنن اون چیزی که مهمه اینه که این نامزدها هیچ کدام از جمله پزشکیان نمیتونن بگن که مثلا ما با گشت ارشاد مخالفیم و ما مخالف حجاب اجباری هستیم حتی اگر این رو مطرح کنم به سراحت واقعیت اینه که قدرت اجرای اون رو ندارم چون اون جایی که فرمان میده بیت رهبر جمهوری اسلامی اون جایی که قانون تصویب میکنه مجلس شورای اسلامی شورای نگهبان قانون نهایی میکنه نهادهای امنیتی نهادهای اطلاعاتی اونها که اثر گذارن از جمله نیروی انتظامی به خاطر میخوام بگم عملا این کشاکشی است که تا اطلاع بعدی یعنی تا روز انتخابات ادامه داره تقریبا هم طرف این موازهشون به نظر میرسه مشخص و می دیدم که داره تیتر روزنامه های امروز رو هم مرور میکنی هشم میدونیم که شورای عالی نظارت بر مطبوعات از تهدیدا رو کرده بود و هشدارا رو صادر کرده بود چی می نویسن روزنامه ها امروز چی ها گفتن در مورد این ب... لیست شورای نگهبان آره جالبه که این واکنش روزنامه عمدتا محورش رقابتی شدن انتخاباتی یعنی به خاطر ورود پزشکیان از جبهه اصلاحات دیگه انتخابات رقابتی شده جالبه که دیگه هیچ اشاره ای نمیشه که مثلا جهانگیری رد صلاحیت شد یا آخوندی از خود اصلاح طلبان یا محمود احمدی نژاد حتی رئی جمهور دو دوره جمهوری اسلامی رد صلاحیت شد و اینها تمام نامزدهایی یعنی هستند که در چارچوب حکومت وارد رقابت شدند هفتاد و چهار نامزد رد صلاحیت شدن همه از مقامهای جمهوری اسلامی هیچ کدام از وزرای دولت رئیسی و تا تایید صلاحیت نشدن اینها همه در چارچوب وزارت استثوابی شورای نگهبان بماند که این انتخابات اساسا فاصله داره با انتخابات آزاد سالم و عادلانه و طبیعیه که یک چنین بحثی در روزنامه ها نیست اما اون چی که جدای از رقابت در روزنامه به چشم میخوره این که روزنامه جوان وابسته به سپاه به نوعی تعریض زده به اردوگاه اصلاح طلبان گفته چند ماه پیش انتخابات مجلس تحریم کردن حالا باید بیان توضیح بدن که چه اتفاقی افتاده که میخوان در انتخابات شرکت کنن یا برخی مثل محمد مهاجری جالبه گفتن به نظر رسه انتخابات باز هم مشارکت 40 45 درصدی خواهد داشت و از همه جالبتر تر این که مثلا کسی مثل احمد زیدآبادی مطلبی نوشته او هم اشاره کرده به بر حال اینکه انتخابات احتمالا با حضور پدشکان یک روند دیگری پیدا کنه اما در پایان صحبتش باز گفته حتی اگر نشستن بر کرسی ریاست جمهوری کار خیلی دشواری نباشه برای هر کدوم اما تاکید کرده که موفقیت در این مقام به مرز محال نزدیک شده این همون واقعیت ام. ساختار سیاسی قدرت. که اشاره کردی ابتدا در پایینی داره سهم رئیس جمهور تبدیل شده به یک تدارکاتچی و بازی اجرایی خامنی و قدرت ام. جای دیگه متمرکز سپاس شده سپاس بسیار استازی آدوازور شما اینجا در استودیو همکارم مرتزا کازه